سلام، چطورین؟ خوبین؟ آقا قرار نبود این بلاگ اینجوری شروع شه. اصلا هنوزم در این لحظه من نمیدونم که آیا از این فیلمی که الان دارم میگیرم استفاده خواهم کرد برای این بلاگ یا نه. امروز ما رفتیم یه خونه دیدیم و خیلی خوشمون اومد، هم من و هم علی، و میخوایم که واسه این خونه آفر بذاریم. نه آقا این دی سی دارد بعدش هم اینجا رو صدف دردیش میکنه اصلا برو حالا ایشالله مومیر خدا. سلام، خوش اومدین. تو رو خدا بفرمایین چرا دم در وایستادین؟ دیگه جو انقدر ما رو گرفته که اینو مال خودمون میدونیم دیگه، خیلی نمیخواد به این فکر کنیم. این دیواره رو میبینیم که وارد میشی توش کموده، اینو من خیلی دوست دارم برش دارم که وقتی وارد خونه میشی جلوت باز باشه. کاری نداریم، دست چپ که میپیچی از در ورودی بیای اینجا آشپزخونه است، بعد اینجا میره توی اتاق مستر که مستر خیلی خوشگلی هم داره و دیگه اینجا رو نگاه کنین تا بقیه خونه هم براتون توضیح بدم. خلاصه بعد میریم جلوتر، این قسمت داینینگ رومه و وای ویو رو، این درخته هر دفعه من میبینمش اصلا موهای تنم سیخ میشه. اینم همون قسمتی که گفتم برای آفیس و اتاق و اینا میشه استفاده کرد. میبینین این قشنگ اتاقه، اینم خیلی ویوش خوشگله. ببین الان با این یار حرف می‌زدم، خب ایجنت میگه که میگه که آره من یه آفر دیگه هم دارم اومده، خب و اون هیچی کانتینجنسی نداره و آفرش از شما یه خورده بالاتره. بچه ها سلام. سلام، چطوری؟ من مطمئن هستم که آفر واقعی نداره. منم فکر نکنم داره، برای بازاگرمی میگه که شماها رو چیز بکنه. من اینجوری میبینم، حالا دیگه تصمیمش با خودتونه، ولی الان من تقریبا هیچ لونی رو با کانتینجنسی اپریزال و یا لون نمیبینم. یعنی همه هیچی کانتینجنسی نداره؟ نه. خوبی؟ چطوری؟ مرسی، چه خبر؟ ما تا فردا به این تا ساعت 2 وقت دادیم که جواب بده. دیگه سعی میکنن که تو تایم جواب بدن، ولی خیلی هم شده که مثلا یو به جای 2 یارو مثلا ساعت 4 عمدن مثلا خود دیتر جواب میده. ایران بود بکنه عروس رفته گل بچینه. صبح شما بخیر. چطوری؟ مرسی، شما چطوری؟ برم خوب عالی. میگم این یارو الان به من زنگ زد، خب ایجنت، خب و چه خوب شد من یاد الان داشتم میرفتم دیگه میشیم و بیام خوب شد چون اول بود، خب بعد زنگ زد اینا گرفتم گفتم چی اینا، گفتیش که آره میخواستم بگم که ما و یه آفر دیگه میخوایم با اون داریم میبینیم. گفتم چرا خب به من کانتر نمیدی؟ خب با اون خیلی بالاتر از شماست. یا خب از کجا میدونی؟ شاید ما بتونیم اونو بزنیمش، تو یه کانتر چیزی به ما بده. خب و بالا شما خب لاغت به ما لفظی بگو، وربال کانتر بده بزنم من میتونم برو بیت کنم یا نه. That's where they are. خب پس دیگه هیچی دیگه. الو صدف. هلو، چطوری؟ خود خود. ببین 100 تا بردم بالا آفر. اوکی ببینیم چی میگه، فقط بگو امروز بگی داداش. گفتم بهش ما دیگه 1000 نفر رو اسکول کردیم. خوب کردی، خوب کردی، حالشو ببر انشالله به امید خدا بشه دیگه. بیشتر از اونم دیگه برای ما یکم سنگینه دیگه. سلام، سلام، خوبه؟ ببین میگه هم بره اوکی باید چیز رویا بهتر باشه. ببین میدونم خونه رو دوست داشتی، میدونم دیگه آینا، ولی همون که بهت گفتم شما همیشه باید رو مود خوب و خوشحال باشی که بتونی پرودوس کنی دیگه، همینطوری که داری میدی کیک باک. سو برات مطمئنم یه خونه پیدا میشه، باور کن عالی، یعنی اصلا عاشقش بشی. باشه مرسی، روزت خوش. مرسی، شما هم بخیر. آمان 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 آ
اتفاقی که همیشه میفته اینه که صدف یه خونه‌ای که خیلی خوشش میاد خیلی باحال نمیشه، خیلی داون میشه، خیلی زیاد، و خیلی من ناراحت میشم از این موضوع. حالا دیگه نمیدونم، دیگه دیدین که دیگه چه گذشت، تلاشمون رو کردیم. میپرسم یعنی یعنی واقعا آدم باید احمق باشه که برای خونه گریه کنه. چرا بعضی وقتا آدم احمق میشه بدون اینکه خودش بخواد؟ آقا سلام علیکم، سلام دوباره. ما دیگه یه جورایی از عزاده رخت عزا رو علی که در آورده، منم منشو قرمز هنوز سیاتنم ولی ما امروز اومدیم یه دونه خونه دیگه ببینیم. الان من یه یادم افتاد، انقدر چون ما خونه دیدیم و هیچ فیلم نگرفتیم، ولی دیگه چون ولاگو شروع کردیم آره گفتیم دیگه خونه میایم فیلمش هم بگیریم. چی نمیگی؟ اون که سلام بلد نیست میگی سلام. هلو. کیچن. هلو. آشپزخونه رو حالا دیگه چون وایسادم من نمیگه. اوه چه با خوشگله. یا. محلش رو یه توضیح میخوای بده، اوکیه؟ در چه رنجیه مثلا؟ از ریت یک یا ده؟ اولویت من نیست اینجا به خاطر اینکه خیلی از اتوبان دوره، یا مثلا آره. یه روی باید از اتوبان رانندگی کنی خیابون، و همجوری خیابون صاف. اون چقدر جالبه. ولی خب این که داری عملا پول این فضا رو میدی رو مساج خونه، همه بهش دردی نمیخوره. خب برای کار تو نه؟ برای کار تو؟ این خونه که الان اومدیم ببینیم با اون خونه عزیز دل من مثلا دو سه دقیقه فاصله داره از نظر چیزی، یعنی اینم جاش خیلی خوبه ولی خب قدیمی تره، ولی خیلی باصفاست. می‌بینی مثلا اینجاهاش خونه خوبی. یه خوبی دیگه که به نظر من داره اینه که سه تا اتاق کلن اون برای خونه داره، مسئلش کلن این برای و کل خونه فلته، یعنی یه پلنه لنه اونا نداره. ببین تا اون بالای بالا هم مال تو زمینش کلن، اونم تا اون تای تا باربیکیو شو ببین، مال باربیکیو هیتلر بوده، جوانی های هیتلر مثل که اینجا باربیکیو میکرده. که این انقل خودمونه دیاله درم داره اسپانیایی. آه چقدر کیوته، ولی نبا بذاریم اینجور چیزا ما رو گول بزنه، چون اینا رو تو هر خونه ای تو میتونی بذاری. وای چه بوی میده این درخت پرتقال، هم شکوفه داره هم پرتقال. چه بامزه. کیوته. چی بیا او باید بپوشیم، یعنی انقدر اینا رو اعصابه ها کابره کفش. اینه چیز میمونه، اینه مثلا ویلای کردان. میدونی چی میگم؟ اینجوری خونه ای که ای ننه من قربون اون سر تو برم آخه بچه. قربون سر چی میری؟ این بچه هایی که جاش اینجا مونده میگه قربون سر چی میری؟ جی 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 عجب حیاتی داره این مثلا. بوی گلاش هم خیلی خوشگله. عجب خلاقیت به خرج داره کلا. آره
دوباره امروز ما یه مهمون داریم که ما رو همراهی میکنه که خونه ببینیم. علی هم که هست. حالا امروز فردای آخرین باریه که شما ما رو در حال خونه دیدن دیدین و خیلی ما اصلا حواسمون نبود که این یک شنبه ایستره که اینجا تعطیل همه روز خانوادگی و فلان اینا و خیلی اوپن هاوس کمه خلاصه، ولی الان اومدیم حالا یه خونه دیگه ببینیم. علی که از تو ماشین میگه من پیاده نمیشم، من اینجا نمیام، اینجا دوره. نگفتم پیاده نمیشم، گفتم من اینجا بیا نیست، خیلی دوره آخه. آره دوره. ببین تو پوشیدی اینا رو آخه، این کاورای شور کفشا در هر حال اینجا مهمون خونه. خب من نمیشم واقعا، درست خونه قدیمیه ولی مگه قدیما عقل نداشته؟ برای چی موکت میکنی مثلا خونه رو؟ اون چی؟ این اختلاف سطح رو ببین، اینجا یه سطح میره پایین و دوباره از اون برمیده پایین، دوباره اینجا یه سطح میره. باز اتاق خواب رو اگه موکت کنی این خواهده بگه اوکی اتاق خواب رو میخوای روش مثلا پارادن شب رو بری. ولی فقط این خونه توش تظاهراته. من سعی میکنم یه جوج بگیرم که حالا خیلی آدم های دیگه نیفتن، ولی اگرم افتادن دیگه هیچی. پله میخوره میره بالا، یه سری اتاق بالاه. اینجا فقط تنها ایرادی که داره اینه که همش هی پله 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 پله. اینجاه اما سلام علیکم. خب اینجا یه دونه هال کوچولوه، این بر یه دونه اتاقه، دوباره پله، یه دونه آفیس اینجا داره که اون دیواره دیوار به دیوار همونجایی که الان سارا نشسته بود، و اینم حالا اینجوری استیج کرده، اینجا داینینگ رومش کرده، ولی من فکر میکنم اینجا تو میتونی مبل و اینا بذاری شاید بشینی. اینم آشپزخونهشه، ولی ویوی خیلی 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 باز اولین برم ببینیم که چه جوری بود. ویوی خیلی خوشگلی داره. چی میگی؟ فیلم برداری هم سلیقه من زیاد نبود شخصا. حالا چرا ایراداشو بگو؟ تو قطعا حرف نهایی تو میزنی، بارها گفتم. ایراداتش اینی که به نظرم خیلی تو در تو بود و حالت خونه نداشت برای من، نمیدونم. آره برای من نداشت. آره سلیقه ها فرق. به نظرم مثلا برای آدم مجرد آره باحال آره. موزیکو بذاری و حال کنی اونجوری، مثلا خونه خیلی پرکتیکالی نمیدونم فارسی قابل استفاده نه ولی مثلا مدت چند سال توش زندگی کنی راحت اینا. خیلی نه، این خونه رو باید کلا تغییر کاربری بدن. آره. از خونه به آتلیه مثلا گالری همچین چیزی به نظر من. ما اول که اومدیم خدا اینم باز مثل اون خونه چیزای خیلی عجیبه اول به نظر، ولی خوری که توش راه میری هی شروع میکنی میگی نه چه بامزه است، خیلی خونه بزرگیه، نزدیک 400 متره، ولی اول که وارد میشی به نظر نمیاد. ولی حالا بیان بهتون مستقل شده. خب آها، اینجا که وارد میشی اون ور میره سمت اتاقا. خب اینجا نشیمنه مثلا معمولی خودت، اینجا آشپزخونه از اینجا را داره به اون وقت کلا اومدیم. چه مستری خیلی، یعنی ببین یه چیز عجیبیه. ببین اون وقت اتاقه تا اون تا اتاقه یه دونه آفیس توش داره که آفیسه توش شومینه داره، حالا اونو میبینید. این وقت اینجا دستشویه بکن. این چیه؟ اوه واکینگ کلازت. چه باحاله این. وای استخر سر پوشیده ندیده بودیم. برای مستر چقدر خوبه این خداییش. ولی تمام اتاق توی کلور میگیره. خب درش رو باید ببندی تهویه بزنی، نمیدونم. خب حالا دیگه خونه ها دیدن داره، ولی اول از همه این خونه ای که شماره یکه بهتون بگم که این اصلا توی اون رنج بودجه ما نیست، یعنی گرونتره. همون قیمت اولیه ای هم که براش گذاشتن گرونتره، چه برسه به اینکه حالا الان خونه ها بیشتر هم میره. ولی صرفا جهت فضولی گفتیم بیایم اینم ببینیم. این خونه واردش که میشی اول که خب پله میبینی میره سمت دو تا اتاق که بالا داره که بعدا بهتون نشون میدم، ولی این قسمت هم مهمون خونه است که حالا کفش موکته، کسی که میگیره
احتمالا باید کفش رو عوض کنه و از این برم میره سمت به قول معروف فامیلی روم، یعنی نشیمن و آشپزخونه. و دیگه این خیلی خونه بزرگیه و خیلی هم جاش خیلی خوبه. جای این خونه از همه خونه‌هایی که خب تا الان دیدیم بهتره، قیمتش هم خیلی بیشتره، ولی خیلی بیرون حیات خوشگلی داره. یه دونه حیات که همون اول دیدین جلوی خونه بود، اینم پشتشه، ولی این دوتا حیات به هم وصل میشن که حالا ما فیلم نگرفتیم و همینجوری میره دور خونه، از اون برم که باربیکیو هست میره اون بر دور میزنه. این خونه رو خوب نگاه کنین، دیدی جلوش درخت خوشگلی داشت؟ این یه خونه یه که ریمادلش کردن، در نتیجه مثلا توش خیلی کار خاصی نداره. البته درسته من خونه هایی رو اصولا اگر حق انتخاب داشته باشم ترجیح میدم که ریمادل نشده باشه که به سلیقه خودم درست کنم. مثلا من کابینت توسی و خب خیلی زیاد من نیستم، ولی همینم که حالا کاری هم نداره، بالاخره خودش حسن هست، نمیشه بگی نیست. میای توش، حالا بعدنا اگه موقع پول داشتی حال داشتی میتونی حالا رنگش عوض کنی. ولی اینم خیلی خونه خوبیه، خیلی میبینی حالا پذیرایی بزرگی داره. دیگه براتون بگم حیاتش پایینه، یه حیات فلت بزرگ پایین داره، ولی خب اون چیزی که تو بخوای روزانه ازش استفاده کنی این دکیه که اینجا میبینی، همون بالکن، و از اینجا مشخص اون حیات پایین. طبقه پایینش به جز مستر دو تا اتاق خواب دیگه هم داره که طبقه پایینش هم خیلی بزرگه. اینه مستر اصلی خونه در واقع، و اینم خب ببین واکین کلازتش بزرگتر و مثلا ترتمیزتر و اینا، اینی که پایینه، و دستشوی حمومش هم همینطور. یه خونه دیگه است که ما اومدیم. اول که وارد میشیم دم درش یه دونه کمد کوچولوه. ویو خیلی باحالی داره خونه ها. می‌بینی؟ You can talk if you want. Oh, I said you're right. That's the sunrises. می‌بینی تا اون پایین، تا اونجا زمین اینه، ولی خب خیلی بالا پایین داره که به اونجا برسی. جیجیجینگ. سینمای خانگی. او مزه است. یک ایکره واقعا؟ نگاه کن اینجا واقعا سینماست. اینجوری نبوده که فقط یه اتاق باشه که سینماش کردن. کی میره آخه سینما تو خونه درست کنه؟ خودش من الان داشتم به صدا میگفتم کی، چند نفر، چند درصد اتفاقا به نظر من سینما داشتن تو خونه برای کسی که بچه داره یه چیز واجب و لازمیه. چرا؟ چون باحال دیگه، بچه‌ها دوست دارن میندازیشون تو در و قفل یه فیلمی کارتونی بازی. من میگم آخه دیگه بچه و سگ و گربه رو همه رو میندازیم تو در و قفل، سگ و اینا بیان بیرون. سگو نمیذاره چون سگا با بچه ها بازی میکنن. سگا با ما بازی کنن، بچه ها با اون تلویزیون. آقا ما داریم میریم سمت یه خونه دیگه، تقریبا 35 دقیقه وقت داریم ببینیم به چند تا دیگه. برای امروز حالا ما الان اینم که دیدیم بعد بودو بودو بریم خونه، حاضر شیم. چرا؟ چون که میخوایم شب بریم کنسرت ابی. به 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 حالا اما آقای آهنگی میگفت و اما خیلی خوب الان تو درمیش. چی میگه ابی؟ چی میگه تو چی داشت میگه؟ قرون همه تون ماشالله. و اما میریم برای آهنگ بعدی. آره خلاصه آقا بریم ببینیم خونه بعدی چه خبره. این آخری که اومدیم یه خوره کوچیکه خب، ولی خب به همون نسبت قیمتش هم پایین تردی، ولی خیلی ترتمیزه. تو حالا الان بهتون نشون میدم و یه طبقه هم هست که خودش یه چیز خوبیه. خب این که آشپزخونه است، آشپزخونه خیلی مثلا نقلی و کوچولویی داره. حالا اون بر رو بهتون نشون میدم. ولی در که وارد میشی این روبروته که خب قشنگه، یه پنجره بزرگ و سقف بلند و اینا داره. اون بر میری سمت اتاقا، چهار تا اتاق داره اون بر، و شومینه و او. ببین مثلا داینینگ رومش هم انقدر، یعنی تو نمیتونی میز بزرگ 8 نفر رو اینا بذاری. و ببخشید ما یهویی این کسی که این خونه رو گذاشته بود بر... یعنی ایجنت چی میگن، مشاور املاکی که این خونه رو گذاشته بود، آشنای ما عذاب در اومد. من دیگه خاموش کردم دوربینو، یادم رفت بقیه‌اش رو بگیرم. دیگه الان اومدیم خونه گوشت. بفرمایید زرش پلو. زرش پلو تو نشون بده.
ببین. با ترشی لیمو و ماست و فلان و اینا اونم بیار شما. اینم به به زرش پلوی صدف پزه ها. ببین خلاصه که آره، یعنی سری جوگیر شدیم ما اون خونه ها رو که الان بهتون میگم کدوم. الان دوباره بریم ببینیم، به خاطر اینکه علی معتقد این خونه پایینش زیادی بزرگه، یعنی به نسبت حالا مثلا پولی که آدم داره میده و متراژ خونه خیلی بی خودی پایین و بزرگ در آورده. و خب درسته که ما یه فضای بزرگی واسه یه مثلا کار میخوایم، ولی میگه ما مگه شبکه دویم که استودیو به این بزرگی لازم داشته باشیم. ولی من یه سری تغییرات تو ذهنم هست و اینا، فردا زورم آخرین مهلت اینه که اگه کسی بخواد آفر بده. بریم الان دوباره ببینیمش، ببینیم به نتیجه میرسیم سرش یا نه. چی بگم بهتون، ایجنتمون گفت، ایجنت فروشنده بهش خبر داده که متاسفانه دو تا آفر بالاتر از ما داشتن و اونی رو که قبول کردن حداقل از مال ما 200,000-300,000 دلار بالاتره. دومین آفری که نشد. نمیدونم خدایا، یعنی اصلا نمیدونم بخندم گریه کنم. گریه که نمی کنم، ولی حالا شادم بکنم. یه ذره کردم اگه راستشو بخواین، چون الان ما در اورنج کاونتی هستیم، اومدیم مسافرت به خاطر اینکه پس فردا شب عروسی دوستمه. آقا ما اومدیم لاگونا بیچ، بیچ یعنی ساحل لاگونا دیگه، همینه دیگه. کلاً سیستم دیگه خیلی قویه اینجا و ساحلی و باحال و درجه یک. آره چه انقدر افتاده من نمیتونم ببینم. ببین ما الان اومدیم اینجا یه چیزی خوردیم، بعد امروز همزمان با سالگرد ازدواجمون و عروس ننم میشی. خلاصه صدف خانوم عروس ننم شد. بعد نه بیا با هم دوتایی بگیریم. امروز مصادف با سالگرد ازدواجمون، صدف عزیزم عروس ننم شد بالاخره بعد از این داستانی که داشتیم. بخیلی خوشحالم. 5 سال گذشت. 5 سال گذشت. هفتمه به قول معروف اردی میگم می برای شد و 20 اردی بهش. 17 اردی بهش. چرا همش فکر میکنم 20 اردی بهش. پنجمین و آخرین سالگردمونه امسال. من اگر بفهمم که چرا موقعی که یه نفر یه پاشو گذاشته این ورم و یه پاشم گذاشته اون ورم و داره واقعا گند میزنه، چرا من صدام در نمیاد؟ چرا هیچی نمیگم وقتی میبینم؟ اگه چی شد؟ گند زد؟ گند؟ میبینی؟ چجوری لاک زده؟ خب بهش بگو. بابا بل کن بیام زده. چی بل کن؟ خلوف خلوف بچه ها رو باریم خونه ببینن نرم میخورن. چرا بابا مگه همین الان شما قهوه نخوردین و نمیدونم خب بعد چیزی بخور فراپاچینو و کاپوچینو و به خاطر اینکه ما بعضی جاها خب اوپن هاوس که میدید چیز نیست گذاشتن، مثلا دیگه حاجه در حد بسته خودشون، بعضی مثلا کیک و نوشابه میذارن،
بعضی ها مثلا اینطوری ببین چی رو گذاشته مثلا درست کرده حالت مثلا اپتایزر داره بعضی ها مثلا ساندویچ کلاب کوچولو میذارن خلاصه اینا ما هیچ وقت از اون نمیخوردیم بعد آخر شب اینو دیگه خیلی دیگه هیجان انگیز بود برداشتی اومدیم بالا ماشین یکم سارا تو جیبش میخواست بذاره یک جیب نداره برمیخوره خواست احمد میکشن آدم ماه این خونه خب نسبت به سایزش خیلی قیمت بالایی گذاشته نسبت به سایزش یعنی مثلا خودش قیمت خونه تو رنج قیمت ماه هست ولی سایزش کوچیکه نسبتاً حالا الان میریم توش میبینیم ولی ویوی خیلی خوبی داره خب آقا وارد که میشی یه دونه البته این آفیس ها چون کمد نداره ولی خب توش تخت گذاشته او پس این لیوینگ روم علکیه یه جورایی خونه در واقع یه چند تا پله بالاتر شروع میشه آره 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 بس اول برم پایین بای اینجا سرت میگیره ها علی به پا با این قد رشیدت عزیزم او چرا اینجا اینقدر سقفش پایینه این دست من درد نمیخوره برای ما از جی 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 سارا رو چی؟ سارا اپروف کرد اوه 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 دوستان عزیز همکنون من تا حالا ندیده بودم که بکسپلش آشپزخونه کسی شیشه باشه و مثلا ویو داشته باشی ببین الان داشتیم میگفتیم که این کسایی که واقعا با بچه ما رفتیم مثلا یکی دوتا که خونه دیدیم یه خانم و آقا بودن با یه دونه بچه بغلی و یه دونه بچه کوچولو که دنبالشون میدوید بعد اینا رو مثلا تو سه تا خونه ما پشت سر هم دیدیم که نزدیک هم بودن و گفتم وای ولی ببین چقدر سخته با بچه اومدن خونه دیدن و اینا بخاطر اینکه هی بچه ها رو به صندلی بس کن سوار کن اون یکی آقا ندو نکن بعد جیش داره غذا میخواد خسته میشه مثلا چقدر سخته و اینا بعد سارا میگفتش که خب بابا بذارم میشه بیبی سیتر گفتم اولا که الان آخر هفته است بیبی سیتر کجا بود بعدم نمیشه که بیبی سیتر پیدا همینجوری بحث ادامه داشت پیدا میکرد و اینا اول به این نتیجه رسیدیم که خب پس اصلا چقدر سخته با اصلا بی خیال بچه و اینا بعد گفتم خب آدم میده به خواهرش میده به مادرش دارو گفت نه 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 اصلا من حساب نکن فلا این حرفا بعد زدیم به خاطرات قدیمی خاله من خب سارا اولین بچه یعنی اولین بچه بود دیگه خب بعد اولین نوه هم بوده اولین بچه خانواده کلا اولین نوه اولین نتیجه همه اولی بوده بعد خاله ما که از مامانم یه سال کوچیک‌تره سارا رو میگرفته من اینو شنیدم میبرده موهاشو کوتاه میکرده بعد نه خوشگلا مثلا اون چیزی که بلد بوده دیگه یه جورایی گن میزده به موهای سارا بعد مامانم دعواش میکرده بعد میگفته به تو چه به مامان تو چی کار داری؟ وای یعنی تو تصور خیلی جدی فیلم مثلا میگفتم به تو چه بعد این علی تو بگو چی گفتی بعد من گفتم اینکه خوبه تو موهاتو کوتاه میکرد من خالم منو میگیره فول آرایش میکرد آرایش عروس در سه سالگی عکساش هست حالا باید پیدا کنه خودش داره با لاک و گلسر و ریمل و ماتیک و اینا منم دارم میخندم اینجوری همه خودشون هم دارم میخندن میگم وا از این بازم این خوبه اگه پیدا نکرد بعد الان انجام بده این کارو آره خودتون خود عکسش پیدا کنه علی آره گفت به حد من دنبالش هست که پیدا کنه گفت بعد بذاری بعد تو پیجت کامنت بذارین بگین عکسای بچگی علی که عروس شده بوده رو میخواد وای عروس عروس یادم رفت بچه اول بودم دیگه حالا متوجه شدین سارا بچه اول بوده دوباره تکرار بگم بهتون دوباره و مامان من خب مثلا خیلی بلد هم نبوده مثل اینکه اینجوری که مشخصه یوتیوب و اینا نبود 22 خیلی دیگه فکر کنم وایسا آره 22 سالش بوده از این گل سره که صد درصد کلت رو کنبری از این گل سرا آره دیگه از اینا هم موقع مول بوده اینجاشو میزدن چیز میکرد از اینا برم داشته میزده به دماغ من مثلا داشته من بازی میگرده این گذرده به دماغ من مشروب میکرم گریه ار 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 مامانم تعجب میکرد این چرا گریه وای تو من داشت بازی میکنم این گریه میکنم این دماغ واسه همین قبل از علی چی میخوای بگی؟ اول جوانی چی میخوای بگی؟ دراز شده بود وای فکر کن جوانی اول آره این یکی خونه
میشه از اون گیته که دیدی وارد حیات میشی، در واقع حیات جلوی خونه. بعد اینجا که مستقیم بری در ورودی خود خونه است. خونه قدیمیه، خب حالا الان میبینی واردش میشی اصلا از درش مشخصه، کفش نمیدونم دیواراش همه چوبیه فلان و اینا، ولی خب به نظر میاد بشه روش کار کرد. حالا بعد دید که این چقدر خرج داره و این حرفا، ولی از اون سوراخ اونور میری سمت راست، میری سمت اتاقا، این که دستشوی مهمون بود، سمت چپ هم میره سمت آشپزخونه که اینجا کیچن نوکشه، اون ته اتاق دیگه داره که حالا آخر سر بهتون نشون میدم، اینم آشپزخونه است. حالا این دیوار اینجا که یخچال هست، یعنی دست راست تصویر، این دیواره خب مثلا اگه بشه برداشته بشه، آشپزخونه اوپن بشه به سمت اون قسمت نشیمن، خب خیلی بهتر میشه، ولی باید دید میشه اصلا از این کار کرد یا نه. اینم داینینگ روم بود و حالا یه باری هم اینجا درست کرده و اینم که همون قسمت حاله که از درک وارد شدین دیدین. خونه بزرگیه، ولی خب میبینی قسمت مثلا حال و پذیرایی و فلانش اونقدر بزرگ نیست نسبت به سایز خود خونه. بعد یه دونه دک داره جلوش که خیلی هم سایزش بزرگه، ولی خب دک هم کار داره، یعنی خود تعمیرات و اینا میخواد. و دونات هایی که اینجا داره به من بد چشمک میزنه. بعد میریم طبقه پایین که اینم باز یه فضای خوبی قشنگ، مثلا اگه بخوای به عنوان لیوینگ روم استفاده کنی یا اتاق، به هر حال میشه، همون دستشوی هم داره و راه داره به حیات که استخر و اینا. یعنی تو اگه بخوای مثلا بری استخر رو بری تو حیات، خب بعد یه طبقه بیای پایین تر، بالا باشی فقط همون دکو میتونی استفاده کنی. ببین من از این خونه خوشم اومد، عاشقش نشدم، چون کلا تصمیم گرفتم که عاشق هیچ خونه دیگه نشم مگر اینکه دیگه واقعا دستم در بره، ولی به نظرم جاش خیلی خوبه، خود خونه‌ش هم خیلی خوبه. بعد من اصلا تو عکسش یادم نیست اگه دیده بودم استخر داره، اینم یه خورده سورپرایز شدم. و خب من به هر حال یه علاقه و عشق خاصی به خونه‌های قدیمی دارم دیگه، بخاطر اینکه میدونم تو میتونی هر جوری که دوست داری درستش کنی. شکیب اومد خونه رو دید، خب بعد دیگه خیلی حسابی، یعنی مثلا یه ایرادایی از این خونه پیدا کرد که اون کسی که اومده بود خونه رو بازرسی کرده بود و اصلا کارش این بود، اصلا توی ریپورتش اینا رو نداشته بود که خیلی چیزایی مثلا مهمی نبود، میشد با پول کم درستشون کرد، ولی خب به هر حال نبود دیگه. و مثلا هر چیزی که تو میبینی با اینکه خیلی اتفاق نادریه اینجا که بیفته، ولی باز مثلا ممکنه فکر کنی که خب نکنه بازم چیزای اون زیر میراه هست که مثلا حالا الان جلو چه چیز بعدن در بیاد و اینا. و به ما یه استیمت، یعنی چی میگن، برآورد، یه برآوردی داد که اگر شما بخواین این خونه رو قشنگ خوشگل بکنین، اون چیزی که میخواین و مثلا این آشپزخونه‌ش و دیوارش رو بردارین و فلان و اینا، فقط توی خونه، نه حیاط و اون بالکنش و اینا، نه هیچی استخر، نه هیچی، ولی فقط توی خونه یه چیزی حدود مینیمم 700-800 دلار در میاد. بعد ببین میارزید ما اگه میخواستیم این پولو خرج این خونه بکنیم، اگر با قیمتی که گذاشته بده نه بالاتر، ولی خب یک که بعیده این قیمت بده، معمولا بالاتر میخوان. دو اینکه بازم من هرچی فکر کردم دیدم این خونه ما بیایم 700-800 هزار دلار اگه خرجش کنیم، آیا آخرش باز اونی میشه که ما دوست، من دوست دارم، علی دوست داره، مثلا بگیم آقا دیگه این خود خودشه، مثلا همونیه که ما میخوایم. ولی یه دونه خونه بود که چند وقت پیش رفته بودم، الان براتون میذارم که یادتون بیاد کدوم خونه بود، خونه شماره چند بود. ولی این خونه رو ما در واقع الکی رفتیم دیدیم، به خاطر اینکه اصلا قیمتی که گذاشته بود، یعنی قیمتی که تازه گذاشته بود، از اون چیزی که ما میتونستیم بدیم بیشتر بود. بعد ما رفتیم، اگه یادتون باشه خونه رو هم که دیدیم گفتیم حالا اینکه این قیمت رو گذاشته تازه بیشتر از این هم میره، معمولا 300-400 هزار تا، که دیگه ما اصلا نمیتونیم. اومدیم اون خونه رو قیمتش آوردن پایین و الان تقریبا 2-3 هفته گذشته این خونه هنوز فروش نرفته. ببین این خونه جاش یعنی تو نمیدونی بهترین جاه، بهترین جا که علی بوس میفرسته. ببین من از الان
عالیه. یعنی اگر این بشه حالا گوش بده. بعد من دیدم خدای خونه چرا فروش نره، چون اگه یادتون باشه اینم باز توش کار داشت، یعنی اینم اینجوری نبود که الان مثلا همه چیش پرفکت باشه، یه خورده بنای منده مثلا کفش عوض شه، آشپزخونه عوض شه اینا، ولی خب کارش اونجوری مثلا یکی اساسی نبود. خلاصه من زنگ زدم به ایجنتمون گفتم ببینی خونه ها رو اینا تخفیف گذاشتن، این جریانش چیه، مثلا ریپورتاشو بگیر، بازرسیشو ببینیم، شاید ایرادی داره، شاید زیربناش مثلا مشکل. آقا این خونه هیچ مشکلی نداره، اصلا من موندم برای چی درد سرشون ندم و بی خودی وقت شما رو نگیرم. ما امروز رفتیم با سارا خونه رو ندیم، دوباره دیدیم ایجنتمون اومد دوباره زیر و بم و عکس و فلان و اینا و ما آفر گذاشتیم خونه رو. صدف دل شده میشه همیشه، منم به جرگه دل شدگان برای این پیوستم. خیلی فکرم مشغوله من الان که بهش، چون بگو داستانشو که بعد جواب بده، فردا جواب میده. آره تا فردا باید جواب ما رو بده. بعد ما چیکار کردیم؟ امروز شنبه است، فردا یک شنبه است. اینا دوباره فردا واسه این خونه اوپن هاوس گذاشتن که مردم دوباره بیان ببینن و اینا. من گفتم ببین ما هر جور شده اگه بخوایم آفر رو بدیم بعد امروز آفر رو بدیم، 24 ساعت هم فقط بهشون وقت بدیم که بهمون جواب بدن که اینا تا قبل از اوپن هاوس فردا به ما جواب بدن یا آره یا نه، چون اگه قراره که مثلا ببینن آفر ما آفر خوبیه و میخوان بدن دیگه اوپن هاوس فردا رو نذارن که یهوی این وسط یه نفر پیدا بشه بخواد بیاد مثلا آفر بالاتر بده. حالا خلاصه ما آفر رو دادیم دیگه، امیدوار با این خونه اگه بشه نشه من خوشحالم. اصلا فکرش شما نمی‌کردیم که آره. این خونه مثلا نره یا مثلا ما اصلا در مخیلمون بگنجه آره. مثلا اینو بگیریم از بین این همه، چون اصلا فکر نمی‌کردیم پولمون بریم. حالا هنوز هم معلوم نیست البته، دوباره انقدر اکسایتد انقدر بی خودی هیجان زده نشیم نشه مثلا خونه اولی. ولی خب هر چقدر داریم سعی میکنیم خیلی مثلا وابستش نشیم و هی بهش فکر نکنیم و خودمون رو توش تصور نکنیم و فکر کنیم که حالا نشد نشد و اینا، ولی قلقلکه وابستت شدم و تنارانه میبونتم تو باید من باشی، مال من باشی. یعنی چی میشه؟ من چی به صلاح دیگه، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم کاری انجام بدیم. پیشنهادمونو میدیم، اونا باید ببینن که چه، خداشون هم بخوام خدا فردا بیدار میشون ببینیم چی میشه، اگر نشدم نشد دیگه، سرت سلامت. نه شدم که دیگه میزنیم میرقصیم. صبح بخیر، چطوری؟ مرسی. شما چطوری؟ عالی. چه خبر؟ این سلره پروف آف فاند میخواد، خب همون بانک استیتمنت اکثرا میخوان، با بعضی وقت سلرها میگن آقا پروف آف فاند هم میخوان برای داون پیمنت و اینا. ولی خب احمقانه است، وقت اپروال بانک داری یعنی اینا رو همه رو یارو گرفته نگاه کرده دیگه، بانک دیگه گفته آره بهت وام میدیم. آره ولی بعضی وقت سلرها میخوان اونو ببینن به اندازه کافی آره راست میگه پول داره نه برای داون پیمنت این حرفا. So they're asking for proof of fund. Okay. اگه بتونی برامیسی بفرستی current باشه نشون بده بالانس تو. آره. که دارین میذارین down payment تو این حرفا، اونو فقط برام هم لطفاً بفرست، من فوروردش کنم. باشه. پس این یعنی داره میده نه؟ به نظر میاد حالا ببین تا sign رو نگیریم تو دستمون. آره. واقعا نه. ولی باید signature sign دستمون باشه. آقا اینو فعلا برام برسون بذار ببینیم چی میشه. باشه. این داره میشه. وای. این داره میشه. خونمون. حالا بی خود علی اکسایتد نشوها. بذار ببینیم. این میدونی جان. این الان ممکنه اونو ببینه بعد دوباره ایراد بنی اسرائیلی بگیره. نخوابیدی؟ اون یه دونه قرصه رو که من خوردم به داد من رسید. اصلا انگار که من الان تازه از جیم اومدم اینقدر. زنگ زد گفتش که پروف آف فاندز خواستن. عجب احمقایی هست. آره. من به خانومه گفتم لندر اپروفه، یعنی ما اکانتش رو نگاه کردیم، نمیدونم دندوناش رو نگاه کردیم، چند تا کرم خوردگی داره، چقدر بیشعور هست بتا چه؟ آخه این تو به هر حال تو ساعت یک بعد به ما جواب بده، بعد اوپن هاوسش هم ساعت دوه. خب حالا یک جواب نمیده. دو. خواهش کارش بکنم خدا کشنه تو نمیزنی که.
بیا 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 آقا کیهان مسیج داد. گریه خوشحالیه. مبارکتون باشه. چه وقت خوبی بین اومدن. یه چند روزی میگذره و ما هنوز در چی میگن؟ در رویا در آره هنوز البته خیلی هم خدای من نمیخوام خوشحالی کنم به خاطر اینکه تو اون امضا رو نکنی باز آره ولی خواب ندارم من هنوز به قرآن یعنی تا این کلیدو نده دست صدف من خواب ندارم این روز دومیه که ما داریم میایم اینجا فندق رو میبریم البته خیلی دور نیست یعنی مثلا اینجوری نیست که از اون سر دنیا بکوبیم بیایم ولی میایم برای خودمون از اینجا رد میشیم کیف میکنیم میگیم خدایا چه شانسی آوردیم اینا رو ببین جلوی خونه آینده مونه اومدیم یه سر بزنیم ببین مطمئن شیم هنوز خونه سر جاشه با این صحنه مواجه وای من دارم میمیرم خدا حافظ این از من تمام فندقا فضول اینا دوستایشون وای چقدر کوچولو هن علی میبینیشون موضوع بود نزن آدم بود باشه ای ننه اینا تازه به دنیا اومدن 100% اسفند باید دود شد در حال حاضر 100% باید اسفند دود شد آقا علی داره اسفند بچه ها اسفند یه چیزی بود که واقعا هر کی دود میکن میگفتیم خرافات فلان و اینا ولی هنوزم از یه تاریخی به بعد هنوزم میگم واقعا کار غیر منطقی و غلو ولی از نمیدونم همینجوری مثلا میکنم دیگه الان چم... از وقتی علی کمرش در با داغون شد این اسفند از دستش نمیافته ببین بشقاب مرسی میخوای منم بالا سر تو بکنم؟ من خودم بالا خودم میکنم بهتری که چشم محصول بوی بپا فندق فندق ببین ببینم ببینم بری بیا اینجا بیا سی بشی به ترگه چشم نسود آفرین ای قربون سره ببین نکنین این کارو اصلا مثلا خیلی حالت بدوی داره و مثلا اینا ولی آقا من میکنم الان از وقت کمرم شد میکنم و فعلا هم جواب گرفتیم خدا رو شکر فقط من نمیدونم اوه heads up there's smoke in the kitchen it's going to be loud اوه برو برو بذار هودو آموشش کنم بذار من با یه حوله چیزش کنم الان آموشش کنم خب شاید باورتون نشه ولی الان 7 جونه ساعت 11 صبح میبینی؟ این 11 صبح خب ما امروز ساعت 6 بعد از ظهر پرواز داریم به سمت باکو و تا این لحظه ما هنوز نمیدونیم که ما داریم میریم امروز یا نمیریم به خاطر اینکه دیگه ببین نمیدونی 60 نفر اون کسی که واممونو میکنه اون کسی که مسئول محضره اون کسی که نمیدونم از طرف بانک بچه‌ها اینا همه دیگه بیچاره ها 24 ساعته روی این چیز بودن که بتونن اینو به موقع امروز برسونن که من بتونم پولو جابجا کنم بعد بریم ولی حالا خوبیش اینه که وکالتنامه دیگه کاراش تموم شده ما به سارا وکالتنامه دادیم که پس فردا که نهمه همون روزی که بعد در کل میرفتیم محضر بره به جای ما امضا کنه ولی این
چیز بعد امروز انجام شه، چون باید به ما بگن دقیقاً ما چقدر باید پول بریزیم و نمیتونیم. چون من پرسیدم گفتم میشه حالا ما، چون یه بالاخره حدودی میدونیم، ولی گفتم میشه یه ذره ما حالا بیشترم بریزیم اب نداره، بعدم به ما پس بدین اگه بیشتر بود. گفتن نه. حالا باز من عقلم رسید دیروز برای ساعت 1:30 امروز وقت گرفتم از بانک، چون برای این کار بعد مثلا از قبل وقت بگیری، اینجوری نیست همینجوری بری تو بانک. گفتم که بالاخره اگه امروز صبح کارش انجام شد، من ساعت 1:30 برم سری بانک این پولو جابجا کنم، بیام ساعت 2 بعد بریم فرودگاه. خدا کنه بشه دیگه. آقا ناپلونی رو بیارین، این پولم انجام شد و دیگه به سوی باکو. همین جا الان از همین جا بهتون بگم که بعدا اگه قسمت بعدی ولاگو دیدین غور نزنین، بعدی توی چیزه توی بعدم به ماشین بگید، قسمت بعدی ولاگ باکو فرمول 1 میریم، ریسا رو میبینیم، کلی چیز باحال داریم و دیگه حالا همه بلاهای دنیا سر من میاد. و به سارا هم میگم که اگه تونست موقع امضا از خودش فیلم بگیره. جی 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 آقا احتماله حبی که حالا مرسی، ولی اصل کاری پولش بود که رفت، یعنی بالاخره کار گندهی بود، یعنی این نشون میداد که ما میتونیم بریم باکو یا نمیتونیم بریم باکو. تمام همه چی به الان دیگه همه هزینه ها با سارا خانوم هزینه الان بهتره که بشینی خدا مواظب خودت باش تو این دو روز سارا، من بیرون اصلا خودش به خودم برده، ولی چیزی که هست اینه که الان میشینیم اتاق منو مشخص میکنیم، هرچی میخوای اصلا هر اتاقی شما میل داری، هر گاراژی که شما میل داری. به هر حال این کار بزرگ انجام شد، ما الان زنگ میزنیم اوبر بیاد، میریم فرودگاه و در قسمت بعدی در باکو شما رو میبینیم. خدا بزن.